سلام، من علی رجبی هستم از مرکز آموزش یادچین. یک مسئله‌ای که برای طراحی گرافیک و عکاسا به هر حال به نوعی مهمه اینه که ما توی کارهامون یا توی پروژه‌هامون معمولا از طیف‌های رنگی مختلفی استفاده می‌کنیم و کارهامون رو پیش می‌بریم. در مورد ویندو همه ما می‌دونیم که جعبه سواچز جعبه است که در حقیقت آرشیو رنگ‌های ما در اینجا نگهداری میشه. ما می‌تونیم رنگ‌هایی رو بسازیم اینجا، اونها رو سیو بکنیم، ذخیره بکنیم، به طور مثال اتو سواچز بکنیم و این رنگ با جعبه رنگمون اضافه شه، بهش اسم بدیم و برای خودمون به عنوان کسی که شاید به طور خاص روی پروژه با رنگ‌های خاصی کار میکنه، مخصوصا بچه‌ای کار طراحی گرافیک میکنن، اینها رو دسته‌بندی بکنه یا طبقه بندی بکنه. نکته جالبی رو میخوام امروز اشاره بکنم. ما در نرم افزار فتوشاپ در قسمت ویندو و در زیر مجموعه اکستنشن گزینه‌ای داریم اینجا به اسم کولر. در حقیقت کولر یک جعبه همونطور که از اسمش پیداست اکستنشن اضافیه که یا یک جور پنل اضافیه که جزء ویژگی های نرم افزار فتوشاپ به حساب میاد که مستقیما با سایت ادوبی در ارتباطه و به صورت لایو کار میکنه. این جعبه کارش چیه؟ این جعبه کولر به ما این اجازه رو میده که اولا خودمون بر مبنای یک سری اتفاقاتی که میتونیم خودمون رقم بزنیم رنگ‌های مختلفی رو بسازیم و بعد که رنگ‌های مختلفی رو ساختیم به جعبه سواچزمون استفاده کنیم یا از کسایی که رنگ‌های دیگه ای رو ساختن در حد و رنگ‌های اونها وجود داره در آرشیو استفاده بکنیم و کارمون رو پیش ببریم. جعبه کولر چه قسمت اباوت داره که حالا توضیح میده، براوز داره و کرییت که شما میتونید از قسمت پایین رفرش بکنید، همیشه از سایت ادوبی مستقیما این آرشیف ها رو بگیرین. حالا الان most popular یا popular هست، میتونید بگید که highest rated و در رنگ هایی که خیلی خیلی ریت بالایی دارن و زیاد استفاده میشن و برای شما لود بکنه به صورت لایف. حالا هر کدوم اسمای خاص خودشو دارن، هانی پات، میستیکن آیدنتیتی، فرنچ، سالتی لو یا هر چیز دیگه که به حال اسمایی که Indian Night اسمشون روش گذاشته شده و این رنگو استفاده بکنید. جالب اینجاست که هر کاتگوری رو که انتخاب بکنید میتونید از قسمت پایین اون رو به سواچزتون اضافه بکنید، add selected theme to swatches. به معنی اینکه روی مثلا فرض کنید روی Indian Night کلیک میکنم و فعالش میکنم، به معنی اینکه روی add selected میزنم، این به جعبه سواچز من در این قسمت اضافه میشه و من میتونم یک لیست کاملی از این رنگ ها رو اینجا داشته باشم، سیو بکنم، به خودم جابجا بکنم برای پروژه‌ای که میخوام کارم رو انجام بدم. اما مسئله که اینجا وجود داره و مسئله که بر ما حائز اهمیته گزینه کرییت. شما میتونید خودتون رنگ بسازید و به چه صورت و به چه قالب. قالب‌های مختلفی رو جعبه کولر در اختیار ما قرار میده. همه اینها در حقیقت تنظیم شده تا ما بتونیم با یک روش خیلی ساده به شیدهای مختلف، به رنگ‌های مختلف از قسمت‌های مختلف دایره رنگیمون دسترسی داشته باشیم. به طور مثال شما از این قسمت میتونید سلکت رول کنید، یعنی قانون نحوه انتخاب رنگتون رو تعیین بکنید. الان حالت کاستمه، اول میتونم روی انالوگ بذارم یا انالوگس به این شکل انتخابش بکنم و به محض اینکه بیس کالرم این دایره در دایره وسط که یک دایره سفیدم دور خوش رو داره رو تغییر بدم و در جهتی که میخوام این رنگ های من برای من در 5 لول انتخاب بشه. میتونم به صورت جداگانه در حقیقت این رنگ ها رو جابجا بکنم و طیف های مختلفی در حقیقت رنگ های مختلفی رو داشته باشم. از چرخه رنگی که اینجا دارم میتونم روی برایتنسش کار بکنم، رنگ ها رو روشن‌تر یا در حقیقت تیره‌تر داشته باشم. رنگی مورد نظرم انتخاب میکنم، میتونم روشن‌ترش کنم یا تیره‌تر بکنم. به عنوان بیس کالر اگر این رنگ رو انتخاب بکنم بقیه رنگ ها هم نسبت به این تغییر میکنن، اما رنگ ها رو جدا جدا هم میتونم تغییر بدم، چه از اینجا و چه از قسمت RGB. در حقیقت این ترکیب رنگ ها بر من قابل تغییر. چند آیتم این پایین هست که اینها کلیدیه و شاید جالب باشه. اولا میتونید رنگ فورگراندتون رو به عنوان رنگ بیس قرار بدید، add current foreground color as a base color. به معنی اینکه روی این کلیک بکنم رنگ فورگراند اینجا قرار میگیره به عنوان رنگ بیس و بقیه رنگ ها نسبت به اون تغییر میکنم. اما نکته جالبی که منو تحت تاثیر قرار میده و شاید به عنوان کسی که کارهای مختلفی میکنه برام جذابیت زیادی داره برای اینکه بتونم رنگ های مختلف رو بسازم، در قسمت select rule گزینه شیدز هست. گزینه شیدز به من این امکان میده تا در حقیقت
لول های مختلفی رو از یک رنگ داشته باشم، در واقع شید های مختلفی رو از یک رنگ داشته باشم که بسیار در کارهای متفاوت میتونه برای من کاربردی باشه. یک رنگ رو انتخاب میکنم، مثلا رنگ سبز، اما از اون رنگ سبز شید های مختلفی رو دارم، سایه روشن های مختلفی دارم، تیره تر روشن تر، یا حالا بیسم رو تغییر میدم. مثلا فرض بکنید اینجا بیسم رو از این قسمت میتونم بذارم این رنگ، اوکی کنم و روی این گزینه کلیک کنم تا رنگ من این قرار بگیره. حالا روشنی یا تیرگیش رو هم میتونم بر اساس اون چیزی که میخوام تعیین بکنم. گزینه کولر فوق العاده است. ضمن اینکه اینجا میتونم سیو تم بکنم و بهش اسم بدم، مای تم یا هر اسم دیگه‌ای که در زمانی که گزینه سیو تم رو میزنم، به طور مثال اسمش رو میذارم مای تم و دکمه سیو رو میزنم تا در حقیقت بتونم همیشه این رو داشته باشم و ازش استفاده بکنم. اگر بیام تو جعبه سواچز توی این قسمت، باز هم میتونم اد تو سواچز بکنم و این رنگ یا این شید رنگی رو در حقیقت به طور کامل در جعبه سواچز هم داشته باشم. جعبه کولر جعبه است که به عنوان یک ویژگی اضافه در نرم افزار فتوشاپ قرار داره و شما ازش میتونید استفاده بکنید برای تحلیل رنگاتون، برای در حقیقت ساختن پنل های جدید، پنل های رنگ جدید، استفاده از این پنل ها و و و و و و مواردی از این دست. ضمن اینکه میتونید ریت بدید، میتونید در حقیقت اینجا ریپورت بکنید، چیزی رو گزارش بدید، یا میتونید ویو آنلاین این کولر بکنید که به سایت ادوبی متصل میشه. در حقیقت از جعبه کولر میتونید به روش های مختلف برای خلق رنگ های متفاوت استفاده بکنید با در حقیقت سادگی هر چه تمام‌تر.